من حقیقتش برنامه‌ای که امروز با شما میخوام در مورد صحبت کنم دو بخشه. بخش دومش یه مقداری در خصوصش با هم صحبت کردیم قبلا و اتفاق نظر کاملی روش داریم و حالا در خصوصش صحبت خواهیم کرد. بحث سازماندهی استاد امیر طاهری، بحث مشروطه پادشاهی و اینها است. اما بحث اول برنامه شاید کم چالشی باشه، اشکالی که نداره. خوشحالم، من عاشق چالشم. ببینید، من یه مسئله رو بگم، شاید لازم بشه که یه مقدمه رو بگم، یه خورده طولانی، یه کم سعی میکنم خیلی خواهش میکنم. مختصر. نه راحت بشید عزیزم، برنامه شماره یکی. ببینید جناب لئون عزیز، یه کشوری بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به قدرت اول جهان. به عقیده من هنوز هم قدرت اول جهانه و یه مقداری خیلی ها سعی میکنن که عنوان کنن که نه، این کشور دیگه دورش تموم شد و اینها. من اون رو قبول ندارم و اون ایالات متحده آمریکاست. من دیدم نسبت به رهبران سیاسی ایالات متحده، مردمش رو که اصلا کاری نداره، بحث ما است، رهبران سیاسی ایالات متحده من دید مثبتی بهشون ندارم. بله، از زاویه دید منافع ملی ایران هم فقط نگاه میکنم بهشون، هیچ چیز دیگه برای مهم نیست. یعنی دیده این که درستیست. در بله این که در جهان چه اتفاقاتی افتاده و اینا اصلا برای مهم نیست. خب بله در تمام رؤسای جمهور آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی از موقعی که توی کشور ما خیلی تاثیرگذار بودن، یک نفر فقط هست که من هم از لحاظ سیاسی قبولش دارم، هم کاملا بر اساس منافع ملی ایران یک فرد مفید میدونمش در تاریخ کشورمون، هم حتی یه احساسم بهش دارم، یعنی از یعنی جز سیاستمدارانی که علاوه بر منطقم یه احساس مثبتم بهش دارم، اون کسی نیست جز شادروان پرزیدنت نیکسون. حالا بحث خیلی مفصله، این بحث برنامه ما هم نیست، من نمیخوام به بحث شادروان نیکسون بپردازم، ولی واقعا جزو رهبرانی است که همیشه در ذهن و یاد من هست و همیشه به نیکی شخصا ازش یاد میکنم. بعدش دیگه مجموعه رهبران احزاب جمهوری خواه و دموکرات رو من به نظرم نمیتونم بهشون بخوام یک نمره قبولی از نظر منافع ملی ایران بدم. و واقعیتش این هست که الان صحبتی که میخوایم مطرح کنیم در خصوص پرزیدنت دونالد ترامپ هست، یا دونالد ترامپ، و فکر میکنم یه مقدار بحث چالشی داشته باشید. من باید یه مسائل رو بگم. ببینید، این که لانه مار حزب دموکرات آمریکاست، اصلا من درش بحثی ندارم. یعنی اصلا حزب دموکرات آمریکا رو من درش بحثی ندارم. واقعا معنی صحبت هایم که الان میکنم این نیست که رقبای ترامپ بهتر از ترامپ هست، به هیچ عنوان. این رو هم اضافه کنم که اگر ترامپ در هر دوره‌ای خواست برای انتخابات ریاست جمهوری ران کنه، من شخصا به هر ایرانی پیشنهاد میدم هر رقیبی در مقابلش بود به دونالد ترامپ رای بده. اینم بگم، این رو هم اتفاقا آوردم امروز که بینندگان نشون بدم. شما هم دارید از این کلام آفرین. از سال 2016 این مگاهت من سفارش دادم، گرفتم، Make America Great Again. اینا رو گفتم بگم من در کل دید منفی به ترامپ ندارم. نه تنها دید منفی به ترامپ ندارم، بلکه حتی یه برنامه تو کانال یوتیوب هم هست که دوستان میتونن ببینن اگر من ندیدن. دیدم اون برنامه رو. خواهش کنم، بله، دوستان میتونن ببینن که اصلا اون برنامه در مورد دونالد ترامپ، این که گلوبالیستا چرا باش مخالفند و اینا. اینا رو همه رو گفتم و باز هم تاکید میکنم که اگر من اینجا مسئله در مورد دونالد ترامپ میخوام بگم، به هیچ عنوان به معنای این نیست که یه وقت مثلا بخوام رقباش رو تایید کنم. اصلا کسانی که در آمریکا با دونالد ترامپ مخالفت میکنن حرف مفت میزنن، یعنی یه مشعار مزخرفی مثل اینکه نمیدونم سکسیسته و فلان، یعنی حرفی برای گفتن ندارن. و یک
اتحاد وحشتناکیه که گلوبالیست و جهانی هم پشتش بود در ضد دونالد ترامپ به وجود اومد و دونالد ترامپ رو پایین کشید. حالا اینا رو گفتم هموطنان بدونن. الان من میخوام از یک زاویه دیدی وارد چالش بشم با شما سر بحث ترامپ. اون زاویه دید من این هست که هموطنان میهن پرست ما دونالد ترامپ رو خب خیلی ها تایید میکنن. من گفتم من خودم هم میگم اگر تو هر انتخابات شرکت کرد همه باید بهش رأی بدن، اصلا باید بهش رأی بدن، اما در حد منجی ایران، در حد اپوزیسیون ایران، این آقای ترامپ اومد بالا در ذهن خیلی از هموطنان و من این قضیه خاص رو خطرناک میدونم. حتی نمیگم مثلا مفید نیست، خطرناک میدونم، دلایلش رو میگم. ببینید اصلا نمیخوام اینجا جست بگیرم که ما فقط باید دست روی پای خودمون بگذاریم، خودمون به تنهایی باید بریم مملکت رو نجات بدیم. اصلا این حرفا شوخیه. در تمام جهان اگر افرادی در هر بخش سیاست در جهان روی کار بیان، مثلا حرکت اونها به نفع میهن پرستان باشه، به ضرر جمهوری اسلامی باشه، خب اون مثبته. جاویدنام دکتر فیلون فرخزاد در کنسرت کنزینگتون گفتند که خاک بر سر ملتی که منتظر چراغ سبز آمریکاست. اما در ادامهش خود ایشون میگن ولی بالاخره ما میدونیم که قدرت‌های بزرگ در دنیا دارند چه کارهایی انجام میدن و ما باید سعی کنیم به اونا بگیم آقا حداقل حمایتتون رو از مثلا جمهوری اسلامی بردارید. من مشکلم با عزیزان و همرزمان و هموطنان که اکثرا هم یعنی تقریبا همشون در طیف خودمون هستن، در طیف پادشاهی مشروطه هستن، با برخی از این عزیزان که ترامپیست هم هستن، اینه که ترامپ رو در حد یک منجی ایران و در حد اپوزیسیون ایران آوردن بالا. حالا میخوام دونه دونه در مورد این مسائل با هم صحبت کنم. اینم بگم در انتهای این قضیه، اینم بگم که من این حرفایی رو که میزنم یک قطعیت فکری پشتش ندارم. اتفاقا ممکنه شما این مسائلی رو بگید، من بگم بله جناب لو شما درست میگید، اصلا حرف شما درسته. یه موقع از آدم با یه مثلا هموطن جمهوری خواه داره بحث میکنه، من قطعا میدونم که مثلا پادشاهی به نفع ایران، رو حرف خودم نه، من در مورد ترامپ نظراتمو میگم، اصلا چیزایی که در ذهنم هست میگم، شاید شما اصلا منو قانع کنید که این حرف من اشتباهه. ببینید ترامپ زاویه دید مقابلش با گلوبالیسم رو من اصلا ستایش میکنم. اون جمله معروفش که آینده متعلق به ناسیونالیست ها ولی ناسیونالیست هاست نه متعلق به گلوبالیست ها، میهن پرستان، بله پاتریوت ها، چون معنی مفهومیش هم فرق داره. و این رو هم من اصلا واقعا یکی از جملات تاریخی که در ذهنم هست، از این زاویه که هیچ بحثی نیست، من با ترامپ هیچ مشکلی ندارم، اصلا علاقمندم هستم بهش. به این قضیه که آیا هر پاتریوتی در دنیا و هر کسی که جلوی گلوبالیسم در دنیا وایستاده میتونه به نفع ما باشه، هم میرسیم در این برنامه. الان من در این قسمت اول برنامه میخوام یه مسئله رو بگم. ببینید ترامپ به طور مشخص چند تا کار کرد برای ایران، در خصوص ایران، در خصوص جمهوری اسلامی که این کارا مفید بود، مثل پاره کردن برجام، مثل آشپزیش، حالا تو کانال یوتیوب دیگه نمیخوایم بگیم چی، قشنگ آشپزی درستی راندا، مثل خیلی مسئله دیگه. حالا من چند مورد رو به شما میگم که بگم من به این دلایل به نظرم نباید به دونالد ترامپ اینقدرم بها داد. شما در مورد هر کدوم این دلایل نظر خودتون رو بگید. مسئله اول بحث حلقه اطرافیان ترامپه که ما همه این حلقه رو تقریبا افراد مهمش رو در کنار رجوی ها دیدیم، از مایک پنس و جولیانی بگیرید تا پومپئو و بولتون. یکی نظر شما در این مورد چیست؟ بعد از اینکه من صحبت شما شنیدم نظر خودم در این مورد میگم تا بعد یکی یکی بریم سراغ مواردی. بله مطالب شما، ببینید عرض کنم خدمتتون که بذارید از این دیدگاه نگاه بکنیم. جیم مارس در کتاب، ببخشید، پتر لواندا در کتاب نیروهای پلید، سینیستر فورسز، توضیح میده
که ما پلات ها رو داریم در کشورهای مختلف، یعنی این الیت جهانی که خیلی حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، ایجاد پلات میکنن، یعنی ایجاد بین مثلا دموکرات و جمهوری خواه، ایجاد دوگانگی برای امیدوار، ایجاد امید سیاسی. خب امریکا الان به این حال روز افتاده، ولی اینم بحثی که باید صحبت کرد. من میخوام پاسخ شما رو بدم در مورد دونالد ترامپ. خب من مجبورم بدون مقدمه که خیلی دوست دارم حالا در موردش خواهم گفت بپرم سر این موضوع. ببینید، ما در سیاست امریکا این یه جریانی به وجود اومد که برمیگرده این جریان ابتداش از حلقه مخفی دسکال اند بون بود که پرسکات بوش، پدر جورج بوش هم اونجا بود و این یه ویدیو ازشون بیرون اومد که اینها جمع میشن، سران معمول اکثرا جمهوری خواه هستن اونجا جمع میشدن و متوجه شدن سیاسیون و خبرنگاران که اینها یه حلقه اونجا تشکیل دادن و اسمشون اومد بیرون و اینها کانسرواتیو یا همون محافظه‌گران هایی بودن، گراهایی بودن که وقتی اومدن یه سری ایده های جدید رو پیاده کردن که حمله به عراق میشه گفت پیک این قضیه بود و همچنین افغانستان که به یک بار یه سری تصمیمای گرفته میشه که رئیس وقت پنتاگون میگه که ما تصمیم گرفتیم به 7 کشور در 5 سال 7 کشور رو سقوط بدیم. اینا همه نئوکان ها هستن. حالا این بحث این سقوط بماند، این نئوکان ها تبدیل میشن به بوش پدر و پسر، بعد بوش پدر بزرگ، که این بوش پدر بزرگ حتی در جنگ جهانی دوم هم دست داره اونجا با ماکس والبرگ، رئیس یک کمپانی استیل دارن، استیل هامبورگو دارن که تغذیه میکردن آدولف هیتلر رو. بیایید نگاه بکنید، نئوکانسرواتیو ها افرادی هستن که من بهشون میگم سیاسیون پولی. ببینید مایک پومپئو، جان بولتون، رودی جولیانی و خانواده بوش و امثال هم، من مشهوراشون رو میگم، اینها نئوکانسرواتیو هایی هستند که سیاسیون پولی هستند. مایک پومپئو در 2 سال پیش در تابستان رفت به تجمع تروریست های مجاهدین خلق و اونجا گفت که ملت ایران نه جمهوری اتمی میخواهد و نه شاهی دیکتاتور، که ما یک کلیپ وایرال کردیم و ایشون هفته بعد اومد در کنهان لندن حرفش رو پس گرفت. ببینید، یعنی یک مثلا رودی جولیانی هم همینطور، جان بولتون هم همینطور. جان بولتون کسی بود که ببینید اینا اومدن حلقه اول اطراف دونالد ترامپ، ببین مجبور بود، یعنی بهترین آدمایی که میتونست انتخاب کنه اینا بودن، اینا هم بهش خیانت کردن. مایک پنس در خوندن رأی ها نگفت رأی های آریزونا تقلب شده، که الان میبینیم که ایلان ماسک اومده در توییتر اومد افشاگری کرد، معلوم شد FBI و CIA و DOJ و NSA و بقیه دست به دست هم دادن پلات کردن که ایشون در ریاست جمهوری شکست بخوره. حالا شما تصور کنید وقتی اطراف ایشون نیو کانسرواتیو های مثل مایک پومپئو و مایک پنس هستن، که مایک پومپئو میاد وزنشو کم میکنه بتونه بره تو فاکس نیوز برنامه اجرا کنه، برای اینا فقط پول مهمه، که دونالد ترامپ گفت اینا همه به من خیانت کردن. پس من قبول نمیکنم که ما بخوایم بگیم اوکی، چون اطرافیان ایشون نیو کانسرواتیو هایی بودن که در با تر رفتن برای تروریست های مجاهدین خلق با پول حلقه لندن که تزریق میکنن به مجاهدین، اینا رفتن اونجا صحبت کردن، من اینو نمیتونم قبول کنم که از چیه ترامپ بگیریم. همان مایک پنس الان بلند شده بر علیه دونالد ترامپ داره حرف میزنه، همان مایک پومپئو بر علیه دونالد ترامپ حرف میزنه. اگه اینها یار غار بودن، اینا چرا الان بر علیهش برخواستن؟ پس قضیه اینه، اینا نیو کانسرواتیو هایی هستن که طبعا همشون نه پلات میکنن، اینا رو دیگه من ببینید، حتی دموکرات ها هم اومدن نیوکان شدن، حالا مخففش بشه نیوکان، اینا عاشق منابع هستن. ما در بین جمهوری خواها، ببینید جمهوری خواها به نظر من خیلی هاشون از دموکرات ها هم فاسد ترن. بحث این نیست که ما دیگه ببینید سیاست در امریکا تبدیل به یک گندابی شده که دونالد ترامپ اومد بهش گفت الیت واشنگتن، گنداب الیت واشنگتن. الیت واشنگتن که از سیاسیون ارشد هستن بچا، اینا اومدن در وسط ایالت واشنگتن یه ایالت دیگه درست کردن با قوانین خاص خودشون. ما در بریتانیا هم اینو داریم، در واتیکان هم اینو داریم، که وقتی نگاه میکنی تمام اون نیوکان ها دارن در دیستریکت آف کلمبیا زندگی میکنن که ایز بکنن قوانین رو برای خودشون. و پاسخ من اینه در مورد حلقه اول اطرافیان ترامپ، که اگه اینها باهاش بودن الانشون رئیس جمهور بود، اینا هم بهش خیانت کردن، چون پنس اومد رأی ها رو خوند و نگفت در آریزونا تولد شده، در حالی که تولد شده بود. حسن فتنه من البته نظر خودم خواهم گفت، ولی یه سوالی ازتون دارم، واقعا پرسشه برای اطلاع خودم میخوام بدونم. جولیانی و چه بولتون و
پنس رو که میدونم اصلا دوچار اختلاف شدن با دونالد ترامپ و اینها، بله اصلا این که بحث شده است، ولی پومپئو و جولیانی من نشنم کجا اعلام موزه بر ضد ترامپ کردن. خب ببینید، بحث دو حالت داره. ما رودی جولیانی موفق ترین پوزش میخوام رودی جولیانی موفق ترین شهردار در تاریخ نیویورک بود و رودی جولیانی و پومپئو فرمودی. پومپئو یه فرد سیاسی، یه فرد امنیتی، افراد امنیتی دستورات امنیتی میگیرن. پومپئو به نظر من در بیشتر منظورم اینه، پس از 12 شرط مسیحی که برای جمهوری اسلامی گذاشت، من بهشون میگم 12 شرط مسیح، و گفتن ما بمباران خواهیم کرد، بعد اینا اومدن یه قراردادی مخفیانه ای بستن، بعد اون آشپزی صورت گرفت. مارک پومپیو از 6 ماه آخر مانده به پایان دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایشون دیگه فقط داره از پنتاگون دستور میگیره. یعنی چندین و چند جا نظرش بر علیه ترامپ در سفری که به ژاپن داشت و برگشت، با این که در برابر دوربین گفت انتقال قدرت به دولت دونالد ترامپ بود، ولی در پشت پرده گزارش های جونیور، دونالد جونیور رو داریم، گزارش های دخترش رو داریم، که اینها یه جورایی وقتی مطمئن شدن که ادیت واشنگتن دست به دست هم داده که اینا رو پایین بکشه، چون نیوکان هستن، اینا میخوان عمر سیاسیشون تموم نشه. اینجا بود که در برابرش ایستاد. چرا الان اگه مایک پومپئو رابطه خوبی داشت با اینکه در امور خارجه خیلی موفق کار کرد به نظرم، چرا الان در بازگشت دونالد ترامپ برای دور جدید 2024 چرا ایشونو معرفی نکرد به عنوان مثلا کنار دست ایشون باشه یا وزیر امور خارجه باشه؟ بحث اینجاست، خیلی اتفاقات سیاسی میفته که من میشه میگم 10% بیرون میاد. متاسفانه اینها افرادی هستن که حالا در مورد کشورمون هم صحبت خواهیم کرد. حالا من تا اینجا بحث پاسخ بدم که خودم سر خود صحبتی باز نکرده باشم، فقط پاسخ به سوال داده باشم. منم عاشق چالش هم، من خیلی دوست دارم چالش. نه یعنی ولی پومپئو علنا مثل بولتون و مایک پنس علنا حداقل حرفی بر ضد ترامپ نزد. ببینید دونالد ترامپ پس از اینکه پومپئو میره پیش مجاهدین، اونجا قتل سیاسی مایک پومپئو برای دونالد ترامپ بود. دونالد ترامپ گفت همیشه نظرش اینه، شما میگه ملیشا عمل نکنید، تمام کسانی که رفتن پیش مجاهدین خلق کسانی بودن که از در آن لحظه دونالد ترامپ یا رسمی نظر رسمی، خب مایک بول چی میگن، جان بولتون کنار گذاشته شد میره پیش اینها، رودی جولیانی همینطور. و وقتی در تابستان 2021 بود، ایشان آقای مایک پومپئو میره پیش مجاهدین خلق، داره رسما میگه که من تبدیل شدم به نیو کانسرواتیو پولی، و اونجا مرگ سیاسیش برای دونالد ترامپ بود. ببینید حتی الیت واشنگتن اومد، بزرگتر یک ببینید ما جنرال مکنزی رو داریم، رئیس نیروی هوایی بود، و جنرال فلین رو داریم. اینها بخواستن تقلب کنن، انقدر این جنرال فلین چون میدونن دیگه اینا از رئیس جمهور بعد دستور بگیرن، فردی بسیار میهن پرست است، اومدن بر علیه این پلات کردن، اومدن رسوایی زیادی واسش درست کردن، پرونده سازی کردن. از پایان آگوست، یعنی 2 ماه 3 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020، ما اینا فلین رو هم کنار زدن و مایک پومپئو مقصر بود. مایک پومپئو اخبار دروغ انتقال میداده به پنتاگون در مورد جنرال فلین. اینها رو در رسانه مینستریم، یا من میگم شیمستریم میدیا، نمیشنویم. اینا رو نمیان بگم، چون اینا تصمیم میگیرن ما چی بشنویم و چی نبینیم، و تبدیل میکنن به ما رو تبدیل میکنن به آلترناتیو میدیا، رسانه های جایگزین، و به خودشون میگن رسانه های جریان اصلی هستن. خدمت درود. ببینید میخوام خیلی این بحث دقیق پیش بره، بعد میگم من مسئله دیگر رو هم میگم. باز هم تکرار کنم خدمت هموطنان که هیچ کدوم این بحثا به معنی تایید رقبای ترامپ نیست. من اصلا یه زاویه دید دیگه ای دارم نگاه میکنم. ببینید یه ماجرای خوب، ببین جناب لئون، یه خورده برای من یه خورده پذیرش سخته که رئیس CIA خب و معاون رئیس جمهور آمریکا و اینها رو بگم، اینا فقط برای پول رفتن به مجاهدین پیوستن، یعنی مثلا اومدن اون کارو انجام. بله حتماً. آخه من حدس، ببینید یه دیدگاهی هم هست، ما همه هر دومون میدونیم، یعنی فکر میکنم شما هم اینو واقعا فکر میکنم شما هم موافق باشید که بازگشت پهلوی و ناسیونالیست ها پادشاهی به ایران خاص اون الیت واشنگتن نیست. خب نیست، یعنی اصلا حالا در مورد این هم صحبت خواهیم کرد که چرا به نفعشون نیست،
که پادشاهی بازگرده به ایران، خیلی هم برنامه ریزی کردن، باعث سقوطش شدن، در مورد همه اینا صحبت خواهیم کرد. اما من یه خود احساس میکنم حداقل میشه این برداشت رو هم کرد، همونطوری که بله میشه این واقعا، ببینید بعضی چیزا قطعیت در سیاست من بهش نمیدم، میشه گفت که فقط برای پول بوده، ولی میشه این رو هم گفتش که حتی یه جورایی خط نشون کشیدن برای پاتریوتای ایران بود، کاری که پنس کرد، کاری که بله که پومپو کرد، که رفت گفت. ببینید اینا، ببین رئیس CIA نمیشه که ندونه که مجاهدین در ایران چقدر منفورن. طبعا میدونه. یعنی من به نظرم یه جورایی رفت گفت با دشمن پهلوی رفت اون کار رو انجام داد، یه جورایی برای ما شمشیر بکشه، بگه ببینید آمریکا نمیاد سمت شما. حالا من میدونم شما حرف شما رو تایید میکنم. من وقتی میگم اینا سیاسیون پولیان، منظورم این نیست که، ببینید عمق قضیه رو دارم نشون میدم که اینا به جایی رسیدن که واسه پول هر کاری میکنن. من مایک پومپیو، مایک پنس، رودی جولیانی، بولتون، جان پرسکات بوش و جورج بوش و پدر و پسر، اینها همه جنایتکارن. پس منم میخوام اینو تایید کنم بچا، اگه میبینید یه جای سیاستمدار داره یه حرفی میزنه که یه ذره به مذاق پیتریوت‌های ایرانی خوش میاد، ما نباید فریب بخوریم. ما فقط بعد به قول جناب فرپوری اهداف خودمون رو بسنجیم، به اهداف خودمون نگاه کنیم. من دارم میگم پیتریوت ها، کسانی که ترامپیستید و پهلویستید، اگه فرد دونالد ترامپ یه تصمیمی گرفت که به نفع ملت آمریکا بود و به ضرر ما بود، اون موقع چی؟ من گفتم ببینید ترامپیست باید از بزرگراه پهلویست بگذرد، در غیر این صورت شکست خورده. بچه های رادیکالی میبینم که فقط دارن، من استوریایی میبینم فقط اینا دارن در مورد ترامپ حرف میزنن. من بهشون میگم شما میهن خودتو ول کردی. من میگم نه، اینا هم یه جوابایی میدن. ترامپیست باید از بزرگراه پهلویست بگذرد، وگرنه تبدیل میشین به محمد حسینی. این ری استارت دیگه، رسما طرف در بعد دیگه ای داره زندگی میکنه. ببینید میهن پرستان در این گنداب سیاسی، میهن پرستان واقعی در مسیری به عرض یک کمربند دارن حرکت میکنن، هر لحظه ممکنه. و حالا نکات زیادی هست حسن فاطمه. من این، ببینید واقعا ما داریم گفتگو میکنیم، دو فرد همفکریم، دو فرد طرفدار مشروطه پادشاهیم. یه جاهایی من اگر سوال میپرسم فکر نکنید در رد حرفای شماست. نه خواهش کنم، یه جایی رو رد نکنید. چرا فرید این فضا رو کاری کردن؟ اونجایی که رد کنم نقد کنید. اونجایی که رد کنم کنید. اونجایی که رد کنم و نقد کنم رو قشنگ میگم که مخالفم. ولی میخوام بگم یه موقعی سوالات که پرسن میخوام اطلاع. ببین علمون عزیز، به نظرت میشه هستن در فضای سیاسی همه حلقه اصلی یک فردی یه جهتی باشن، حالا اصلا بگیم همشون مثلا به قول شما فکر اولشون رو بحث پولی های به هر جهتی اصلا فاسد باشن، هر تمام حلقه اصلی و اون یه نفر استثناء باشه این وسط، این میشه تولرانس زمان. بله امکانه. ببینید در این تولرانس زمان است، در تولرانس زمانی در سیاست، در تولرانس زمانی هر کی شما به اون داری پیش میری، یعنی تصور کنید فردی به اسم دونالد ترامپ یه آوتسایدر بود، ایشان یه سیاستمدار نیست، خودش هم همیشه میگه قبلا هم دموکرات بود ایشون و متوجه جنایات دموکرات شد، ایشان حتی رفت با جفری اپشتاین باش ارتباط برقرار کرد، ازشون عکس هست، رفت دید اینا دارن چه جنایت هایی میکنن. و ببین ایشان یک فرد ثروتمند است، نه نیاز به پول داره، نه نیاز به شهرت داره، نه نیاز به فیم داره، نه نیاز به هیچی نداره. چرا باید چنین فردی جزیره شخصی و زمین گلف در بچه میدونم کازینو اون همه پول و ثروت رو بل کنه بیاد فوش بخوره؟ دلیلش چیه؟ حتما یه چیزی تو ذهنش هست، حتما یه چیزایی دیده که اینا درست در ذهنش ایجاب نمیکنه. اتفاقی بود که برای شاهنشاه آریامهر افتاد. والا جا شاهنشاه آریامهر کسانی بودن که در بستر زمان معلوم شد خیانت کارن. ببینید این چجوری براتون بگم، این تحریکات سیاسی وقتی متوجه میشیم مثلا نخست وزیر شاهنشاه آریامهر میاد از دولت جان اف کندی $60,000 هم 60 میلیون دلار پول میگیره، این موقع که معلوم نبوده. پس ما سنجیدن ایمان افراد نسبت به میهن پرست بودن، ببین من تا حالا جرئت نکردم جناب فرپوری به خودم بگم میهن پرست، کم واژه‌ای نیست، استفاده از واژه‌ها نیاز به ببین حتما باید یه چیزی پشتش باشه. مثلا در مورد همین جابیجا میگم بچه ها مردم عزیزان لوس نکنید این، حالا من میخوام وارد بشم، خیلی ارزشش بالاست. برگردیم به موضوع، در بستر زمان
میتونن تمام افراد اطراف یک نفر رو خائن شن، چون ایمان ها اونجا سنجیده خواهد شد، تحریک ها صورت، خطرات صورت خواهد گرفت. به طرف میگن خب اگه این کارو نکنی تصادف میدیم خانوادتو، که شما هیچ جوری اصلا متوجه نشی به طور مثال دختر طرف چی شد مرد. این مسائل هم هست، اینا یه نوع جنایتکارن این الیت واشنگتن، و اون و اونی هستن که نشون نمیدن، و اونی چیزی که نشون نمیدن هستن. یعنی حالا اینجا این نکته هست، اینو من این پرانتز باز کنم. دیشب من گفتم شاه شاریامه در قبال با الیت واشنگتن و در مصاحبه‌ای در 1976 دارن با مایک فالاس، پسر کریس فالاس، از نفوذ یک لابی صهیونی در در سیاست و اقتصاد و اینا صحبت میکنه، که اون مایک فالاس میخواد به ایشون بگه که منظورتون اینه منظورتون اینه که مثلا نیویورک تایمز توسط اینا داره میشه. ایشون میگه نه، در اونجا آدم دارن. این مصاحبه باعث تسریع کنار زدن پهلوی میشه. و منظورم چیه؟ اعدا از شاهنشاه آریامهر در برابر الیت واشنگتن به تنهایی ایستاد و شکست پروپاگاندای بی بی سی همسالان خورد. شما خودتون با هزاران برنامه گذاشتید دیگه، چیزی من نمیخوام بگم که تکراری باشه. اما ما اکنون شاهنشاه پهلوی سوم رو داریم که این کارو نکردن. ایشون تجربیات رو اندوختن و شروع رفتن تشریف بردن اسرائیل. من تو برنامه گفتم ما اومدیم هشتگش رو ساختیم، رستاخیز جهانی میهن پرستان، ارتباط با دیگر میهن پرستان، دوستانی که با تمام جهان دشمنان. بدونن اگه همین دشمنان فرضی شما نبودن، ایران این رژیم همه رو میبست به رگبار. اگه رژیم این فشار خارجی نباشه که ما احتیاج داریم به حمایت ها، باید مسائل رو سیاسی دید، مسائل رو نباید احساسی دید. اگه این همون صحبت خود شما، صحبت آقای جاویدان فرخزاد، این با تمام وجودی که اینا دارن بی تفاوتی میکنن، ما باید از مسیرهای استفاده کنیم، از با ارتباط با میهن پرستان و بریم جلو. همون گونه که شاهنشاه پهلوی سوم اتفاقی که برای شاهنشاه آریامهر افتاد و اینشون تکرار نکردن، به تنهایی در برابر الیت واشنگتن با تمام تهدیدات نایستن، رفتن اسرائیل. دیروز گیلا گمویل بلند میشه میاد با آقای اپشتاین، رابشتاین، بعد با خانم تیزیل، بعد میاد با اول با شاهنشاه پهلوی سوم صحبت میکنه، بعد میره با مایک پومپئو صحبت میکنه گیلا گمویه. اینا دلیلش چیه؟ اینا ذکاوت سیاسی یک فردی است که اومده در امریکا، خودش در واشنگتن ایستاد، شاهنشاه پهلوی سوم که اینا رو از نزدیک ببینه دارن چیکار میکنن. حالا شما تصور کنید الان ما بگیم اوکی مایک پومپئو فاسده، درسته، ولی الان چی شده که گیلا گمویه رفته با شاهنشاه پریروز ملاقات داشته، بعد رفته پیش همین مایک پومپئو؟ ما اصلا تصور کنیم مایک پومپئو آدم فاسدیه که هست، ولی ما میتونیم از توانش استفاده کنیم. بچه ها لابی کردن معنی بدی نمیده همیشه. ما برای نجات کشورمون دست این گنداب سیاسی پر از پوزش میخوام، کثافت و قتل و خونریزی و تجارت کودکان و فلان که اینجا اپیدمی شده، در این گنداب ما میتونیم کشورمون رو نجات بدیم. به نظر من با ارتباط درست با دیگر میهن پرستان. اگه ماریو بارتیراما از فاکس نیوز، که من براشون ایمیل دادم تشکر کردم، والاجاه رو یا اعلیحضرت رو دعوت نمی‌کردن، ایشون پس از 40 سال در یک رسانه انگلیسی زبان در امریکا اعلیحضرت صدا زده میشه، یا من ترجمه می‌کنم والاجاه صدا زده میشه. این خیلی مهمه بچه‌ها. همه میومدن میگفتن پرینس تبعید شده ایران، پسر آخرین شاه ایران، پرینس سابق. حالا همین حرکت خانم بارتیرومو در فاکس نیوز باعث شد که پس از میهن پرستان اروپا، همچنین آقای چارلی وارمز و اینا، اعلیحضرت رو دعوت کردن به اروپا، اینجا ایشون هم اونجا اعلیحضرت صدا زده شد. این خیلی مهمه، این پیشواژه ها مهمه. پس نگاه کنید، میهن پرستانی در جاهای دیگر جهان هستن که میهن پرستی شما رو درک میکنن. دونالد ترامپ میگه اگه همه بگن اول کشور خودم، مشکلی پیش نمیاد، تمام جنگ قطع شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما، من و شما جناب فرپوری، بگیم اول کشور خودم، دیگه من خودم رو نمیفروشم به بیگانه، دیگه نمیشم جاسوسه، دیگه خیانت نمیکنم به کشورم. در کشور ما خیانت وجود دارد جناب فرپوری. حالا برگردیم به این موضوع. همین مایک پومپئو با تمام فساد، ما میتونیم از برد توانایش استفاده کنیم که الان گیلا گمویل میشه گفت تا چند ده درصد به نمایندگی از بالاجا تشریف بردن پیش ایشون. پس میبینید این لابی ها، ارتباط با این الیت واشنگتن، مقابله با ایشون و تسلسل نوع کنش های سیاسی، من دارم از طرف شاهنشاه پهلوی سوم بسیار هوشمند میبینم و حواسشون از چگونه دارم با اینا خیلی خطرناکن جناب فرپوری. اینا خیلی خطرناکن. همینایی که میان ترگل و برگل میشینن جلو تلویزیون، طرف آورده بود متوجه میشه ترپلف یه رستورانی داره،
در حال باورت نمیشه. تا علنی نشد کسی باورش نشد. ما با این اهریمنانی طرفیم، ما با گنداب الیت واشنگتن طرفیم جناب فرجوری، و با اینها نمیشه ایستاد مقابله کرد مگر اینکه لابی بزنیم، با اینها سیاسی رفتار کنیم، بکشونیمشون که ببینن ایران با وجود جمهوری اسلامی، اینا الان دیگه مطمئن شدن. اگه نتانیاهو مطمئن نمیشد که پس از جمهوری اسلامی جایگزینی وجود دارد، هیچ موقع بالاجاه رو دعوت نمیکرد. ایشان با حتی برای پس از شورش هایی که اعتراضاتی که در اسرائیل به دستور جو بایدن صورت گرفت برای فشار به نتانیاهو، حتی ایشون با استفاده برای گرفتن یک متر وچه و جلوه نیک سرشتی سیاسی بالاجاه رو دعوت میکنه که خودش هم سود میبره، این همه بهش توجه سیاسی شد. بالاجاه تشریف میبرن، الحضرت میرن به اسرائیل. برای من مهمترین سفر سیاسی بود که به عمرم دیدم، یعنی ارتباط با دیگران. بچه ها ما نمیتونیم بگیم همه جهان دشمنمان، حرف من اینه. همین همه جهان نبودن، هیچ فردی در ایران الان وجود نداشت. اینا با نیو کمر رو میزدن. هستم خدمت. چند نکته؟ حالا میتونیم برگردیم ترامپ یا اینو ادامه. نه، چند نکته در مورد صحبت های شما، فرمایشات شما. یک، اون بخشی که شما صحبت میکنید، میگید که ما دشمن دائمی در سیاست خارجی نداریم، اصلا این شوخیه، این فقط حماقت یک مش مارکسیست یا یک مش اسلامیسته که همچین تفکراتی دارن. 100% نه، 1000% من با شما موافقم، 1,000,000%. ببین لون جان، اون موقعی که رضا شاه دوم بعد از مرگ ملکه الیزابت یه بیانیه صادر کرد، یه سری تحت عنوان اینکه ما میهن پرستیم شروع کردن حمله کردن بهشون. من یه برنامه ساختم، از اسم برنامه این بود، از ساخت این برنامه شرمسارم. خب یادم، من اونجا اومدم توضیح دادم عین فرمایش که شما میفرمایید. ببینید، ما باید بدونیم دوست کیه، دشمن کیه. نه تنها با دوست روابطمون رو سعی کنیم بهترین کنیم، با دشمن هم سعی کنیم بهترین کنیم. حالا میگم چند نکته بود. یه نکته دیگه اینو، یعنی ما اصلا بحثی نداری. ببینید، حتی اگر رضا شاه دوم الان فرض کنیم حکومت ما پادشاهی، یعنی اصلا اینو میگم که ما پیروز شدیم، حکومت ما پادشاهی، تازه اول مشکلاست. نه، ولی میخوام اینو بگم، فرض کنید حکومت ما پادشاهیه، الان اگر رضا شاه دوم بره به دیدن دبیر کل جمهوری خلق چین، شخص ولادیمیر پوتین، حلقه اصلی الیت واشنگتن، اصلا باید این کارو بکنه. این که یه بحث. خب اصلا ما جای ایشون نیستیم، ما باید مسائل رو بفرمایید. سیاسی اینو من بحثی ندارم. بحث دیگه یه چند تا مسئله. بحث دیگه این که ترامپ فداکاری کرد و به عشق ساختن آمریکا اومد وسط، هیچ بحثی سر اینم ندارم. یعنی ترامپ واقعا یه فرد فدا، یعنی من اگه یه آمریکایی بودم عاشق، یعنی میمردم براش. خب اینم بحثی ندارم. در خصوص آریامهر، من قبول ندارم تمام اطرافیانشون در یک، حتی در هیچ زمان، نه من عرض نمی کنم تمامشون، خیلی هاشون، نه ولی توشون خواهم بود، بله در مقاطع، ولی هیچ وقت حلقه اصلی ایشون اینطوری نبود که همشون یه دفعه. یه بحث، یه بحث دیگه در خصوص تسلسل زمانی در بستر زمان و روح. آره، ولی مثلا حتی اون زمانی هم که خیانت ها بود، خب خیلی از حلقه اطراف ایشون هم بسیار وفادار بودن، یعنی اینقدر. حالا به هر حال، یکی دیگه هم بحث خود آریامهر، اتفاقا این البته مخالفت نیست با حرف شما. ببین، خود آریامهر اصلا دقیقا همینی که میگن با دشمنتون هم باید برید روابط برقرار کنید، اصلا در اوج جنگ سرد شاهنشاه آریامهر نه تنها روابط، بهترین روابط ممکن رو با ایالات متحده داشت، جلوی زیاد خایام اونجا که لازم بود ایستاد، بلکه اومد بهترین روابط ممکن رو با اتحاد جمهوری شوروی برقرار کرد. ایران بزرگترین رقیب، بزرگترین شریک تجاری شوروی بود در خاورمیانه، اصلا شاهنشاه خودشون پیشرو بود در این زمینه. شما حساب کن، از اون طرف با عربستان بهترین روابط داشت، از اون طرف با هند داشت، از اون طرف با پاکستان داشت، از اون طرف با آمریکا داشت، با شوروی داشت. این که قبول دارم بحثی نیست. اینی هم که دارم من بازم تکرار میکنم، اینی که دارم یه مسئله در مورد ترامپ میگم،
حتی اینم باز برمیگرده به بخشی از حرف شما، بعضیا اصلا ترامپ رو به عنوان لیدر اپوزیسیون ایران میبینن. اشتباه. اما یه بحث دیگه، آها اینم مهمه، اینم میخوام نظرتون رو بدونم. ببینید ترامپ فشار حداکثری آورد به جمهوری اسلامی، بله، و خیلی کارا رو کرد. من فکر میکنم، قطعیتی نداره فکرم، خب بله، و اگرم همچین اتفاقی میافتاد یا اگر ایشون برگرده و بیفته خیلی خطرناکه. من فکر میکنم نهایت تفکر دونالد ترامپ تغییر رژیم در ایران نبود. خب اومد اون دیل مزخرف برجام رو پاره کرد، خب، و اومد یک دیل در تصور دونالد ترامپ. ببین یک کتابی دونالد ترامپ نوشته در خصوص مذاکره، کتابو قطعا خوندی، هنر مذاکره. بله. ببین دونالد ترامپ اعتقاد دونالد ترامپ کلا در زندگیم بوده که موفقم بوده دیگه، یکی از موفق ترین افراد دنیاست. اعتقاد دونالد ترامپ این بود که شما فشار حد اکثری رو هر چیزی، شما میخوای دیل سر یه استراکچر یا ساختمون یا هر چیزی بخوای بکنی، فشار حد اکثری رو میاری، طرف که داره له میشه یه جا کوتاه میاد دستشو دراز میکنه و تو اون دستو بلا فاصله باید بگیری. خب یعنی چه؟ مثلا میگفتش که وقتی داری مثلا با یکی سر یه مسئله میخوای دیل اقتصادی کنی، از بالای بالا برخورد کن، یه جایی هم که دیدی یارو یه خود کوتاه اومد تو بپذیر، اوکیه. خب من این احساس رو در مورد دونالد ترامپ دارم که دونالد ترامپ به دنبال تغییر رژیم نبود، خب، و به دنبال بحث دیل جدیدی با جمهوری اسلامی بود، مثل کاری که با کره شمالی کرد. خب و اگر این مسئله اتفاق می افتاد بسیار خطرناک، یعنی حتی از یه قضیه یه حکومت دموکرات در آمریکا هم خطرناکتر می شود. یعنی چون دیگه اون بدونید ته گروه رادیکال آمریکا، خب من الان نمیخوام وارد واژگان بشم چون به صورت کلی میگم بخش رادیکال آمریکا که یه سریشون نوکانن، یه سریشون حالا جمهوری خواه تندن، بازم اینا فرق. اگه ته این گروه رادیکال با خامنه ای میومد این دیلو میکرد، اصلا دیگه یه بحث عجیبه میشه. اینو میخوام نظرتو بذاری توضیح بدم، بذار من دلیلم هم بگم، ببخشید. ببین ترامپ یه جاهایی، ببین حرفاش یه جاهایی یه چیزایی رو به من حداقل یه ساینایی میداد. ببین از یه طرف میدونی مثلا دیدش به همه جهان این بود، ببین دیدش به همه جهان این بود، اون به فکر منافع آمریکا بود، خب، و درودم بهش از دیده ای آمریکایی. خب ببین از یه طرف به عرب، به آل سعود میگفتش که گاو شیرده، خب از اون طرف چند بار رسما اومد گفت خلیج عربی، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه صادر کرد بهش نامه داد و فلان. ببین من حس میکنم یه ایده‌ای وجود داره در ذهن برخی از هموطنان که انگار دونالد ترامپ چون آدم خوبیه، چون در آمریکا در مقابل حلقه شرارت ایستاده، چون در مقابل الیت کثیف واشنگتن ایستاده، پس این برای همه دنیا آزادی میخواد، برای همه دنیا شکوه میخواد، برای همه دنیا make ایران great again هم میخواد. مثلا من این فکر رو نمی کنم. من فکر میکنم این فقط میخواست دیلی بکنه با جمهوری اسلامی، همونطوری که تمام مخالفین کره شمالی رو به هیچ جا حساب نکرد، رفت دیل کرد و دست داد. نظر شما در این مورد چیه؟ خیلی سوال جالبیه، سوالی که بارها از من پرسیده شده. اینجا من به صورت جامع توضیح بدم که بعدها اگه باز پرسیده شد مارک شیفت بدیم به این مسائل. ببینید دونالد ترامپ رئیس جمهور شد و شروع کرد یه سری اقدامات رو انجام داد. ما اوباما میاد داعش رو میسازه، اینو کلی میگم وارد جزئیاتش نمیشم، اوباما میاد داعش رو میسازه، اوباما و این آقای بایدن که نخست وزیرش بود اتفاقات رو یعنی در اوکراین یه حکومت ملی رو پایین میکشن، کودتا میکنن، جهان رو یعنی اینا طوری دوست دارن که تفرقه بیانداز و حکومت کن. ببینید ما میلیتری اندستریال کامپلکس رو داریم، مافیای سلاح، که اتفاقا پرزیدنت نیکسون اسمو این اسمو گذاشت روشون. ما مافیای سلاح رو داریم، شرکت های عظیم اسلحه سازی هستن که اینها برای در چرخش بودن
سیستم نفولی خودشون، میان با پنتاگون لابی میزنن در پنتاگون، و پنتاگون خیلی کلی بگم مثلا جنگ افغانستان رو به وجود میارن، جنگ عراق رو به وجود میارن، اون نسل‌کشی‌ها در افریقا رو به وجود میارن. امریکا کشوری است که بدون جنگ نمیتونه به زندگی ادامه بده. اگه جنگ جهانی دوم نبود، به فرمایش خود شما الان امریکا اینجا نبود. در جنگ جهانی دوم امریکا 12.5 میلیون سرباز داشت، 7 تا ژنرال 4 ستاره. دونالد ترامپ که اومد، امریکا 1.25 میلیون. اینا رو کلونل داگلاس مکگرگور به من گفت، ایشون یه ژنرالی بود که به دلیل کتابی که نوشت اصلا استعفاش دادن، انداختنش بیرون. خیلی آدم پوری هم هست. بعد این اعداد ایشون بود. بعد دونالد ترامپ میاد رئیس جمهور میشه، در برابر مافیای سلاح قرار میگیره، در برابر مافیای دارو، مافیای بیگ فارما قرار میگیره، در برابر مافیای فضای اینترنتی بیگ تک قرار میگیره، در برابر مافیای تلویزیون و روزنامه فیک نیوز قرار میگیره. و نگاه میکنه میبینه یک گندابی درست شده که هر کسی میاد به نفع خودش داره عمل میکنه. ولی شما به عنوان یک فاسد سیاسی، پوزش میخوام، طرف به عنوان فاسد سیاسی، اولین قدمی که واسش ایجاد میکنن ظاهرسازیه. آقای تاکر کارلسن، ایشون خیلی من دوستشون دارم، از بزرگترین پرفورمنسرهای سیاسی هستن ایشون. و ایشون میگه قبل از آمدن دونالد ترامپ من فکر میکردم که اوباما و خانواده اوباما و بایدن و اینا کلینتونا چی هن؟ ناجی ما هن. ایشون اینو میگه، ما بنیاد کلینتون رو داریم، بنیاد سروس رو داریم، اینها. بعد اتفاقات خیلی کثیفی اونجا میفته. حالا ترامپ میاد رئیس جمهور میشه، در برابر اینا قرار میگیره، سیاست داخلی کاری نداریم، بیایم وارد ایران شیم. نگاه میکنیم اینه جهان در شرایط بسیار عجیبی داره به سر میبره. ایشون جنگ طلب نم، اولین کاری که میکنه میاد داعش رو از بین میبره. داعش رو کاملا ابلدریت کرد، داعش رو. خب من اینا نوشتم دیگه، بعد حالا میرسیم به کووید و اینا. میاد در برابر کره شمالی قرار میگیره. ببینید بچه‌هایی که فکر میکنن دونالد ترامپ اومد رژیم رو بندازه، اشتباه میکنن. این گونه نبود. به نظر من پاسخ پرسش شما هم هست، دونالد ترامپ یک بازاری است، یک بازرگان است. یک بازرگان وقتی میاد مثلا توی بازار رد میشه، دونه دونه نمیاد به شما میگه چرا دکورتو چیدی، چرا فلان، چرا مغازت اینجوری، داره کار خودشو میکنه. ولی وقتی ببینه مثلا شما جنسی رو داری ارزون تر میفروشی، میاد باید برخورد میکنه، چون مثلا ایشون چه میدونم کلده گنده تر از فلانیه در بازار. اینو بیاریم تو اقتصاد، منظور من چیه؟ دونالد ترامپ میاد میبینه ملت کره شمالی براشون مهم نیست که آزاد بشن یا نشن، به هر دلیلی. دونالد ترامپ در اثنای 98 تنها دولتی که حتی به صورت کلامی از قتل وحشیانه نوید عبدکاری صحبت کرد، همون مایک پومپیو و همون دونالد ترامپ اسمشون رو آوردن به زبان. ملت ایران در ماتریکس جمهوری اسلامی طوری پرورش داده شد، یا طوری تحت فشار بوده است که ما همیشه تو ذهنمون منتظر یه روز موعودیم که همه چیز خوب بشه. و ببینید قبل از اینکه ما بخوایم ایشون رو محکوم بکنیم به اینکه ایشون نمیخواد رژیم رو بندازه، ما باید خودمون جلوی آینه بایستیم که خودمون چی میخوایم. وقتی یک رئیس جمهور که اومد، ببینید من دارم میگم، وقتی اون اتفاقات به قول شما آشپزی صورت گرفت، چه کسی میدونست اون آشپز کی میره کی میاد؟ اومد باشون دیل کرد، فقط یه نفر میدونست که اون آشپز کی میره کجا، کی میره کجا. ایشون اومد با اون سرآشپز دیل کرد و گفت باشه، این غذاتونو که من کثیف کردم شما بزنید تا در و پنجره ها رو بشکنید که مثلا چی نشه. داستان اینه. حالا ایشان میاد با یک ملتی روبرو میشه، داستان جریان 98 به وجود میاد. اینجا رو دقیق گوش کنید بچه‌ها، ایشان میاد شرایط رو آماده بکنه که ما رژیم رو بندازیم. پوتینش رو گذاشت رو خرخره رژیم، رو خرخره خامنه ای خونخوار. این برای این نبود که به اینا کتابیان و دیل کنن. بقیه صحبت هم همینه. به جایی رسید فشار اقتصادی، به جایی رسید که یک ماه و چند روز قبل از انتخابات 2020، خامنه ای میاد در برابر دوربین میشینه و میگه کشوری که اقتصادش از هم بپاشه، حکومتش هم از هم خواهد پاشید. این اولین بار بود که این اتفاق میفته، که ایشون اومد گفت پس از اینکه من رئیس جمهور بشم، در یک ماه اینا با من دیل خواهند کرد. که رئیس جمهور نشد، حالا
اون صحبت های خامنه ای کدی بود به اوباما که ما درباره، من شاید از اولین کسانی بودم که اومدم درباره نحوه تقلب ها در 2020 و رد پای جمهوری اسلامی صحبت کردیم، که جمهوری اسلامی در سال ابتدای 2017 در اون قراردادی که میبندن 5 تا گروگان آزاد بکنن یه سری پول آزاد میشه، در یعنی میشه آخرین سال ریاست جمهوری اوباما ابتدای 2016، یعنی ژانویه 2016 آخرین سال، یعنی دقیقاً آخرین سال رئیس جمهوری اوباما بود، این برجام شروع کرد به شکل گیری و اینا یه سری پول دادن، از اون پول یه قسمتشو برمی‌دارن. حالا اتفاقات، حالا بخوام میگم براتون که تقلبا چگونه صورت گرفت که اینها، اون بحثمون چون واردمون نمیشه. بعد ببینید فقط یه چیزی بگم، حالا میخوام به چیزی شما برسم. نه یه چیزی ببخشید تو این تقلبه فقط یه چیزی بگم، نه تنها من شکی در این ندارم، خب بلکه اصلا همین ماجرای تقلبه آمریکا به نظر من بزرگترین نشون دهنده اینه که جمهوری چه فسادیه. بله نه یعنی اونو بحثی نیست، متوجه منظورتون چیه؟ سیستم جمهوری کلا سیستم فساد است دیگه. بعد انتخاب، بعد ایشون رئیس جمهور نمیشه، در اولین مصاحبه، پس از اولین مصاحبه تصویری ایشون در مارچ 2021 بعد باشه 2021 اونای خودش تو فلوریدا، بله، با چی بود، با عروس خودش لارا ترامپ، که میگه من اگه رئیس جمهور میافتادم میشدم رژیم ایران در 4 هفته میافتاد. بعدها ببینید ایشون در دوره ریاست جمهوریش اومد حتی خودش گفت ما میخواییم با این بشیم دیل بکنیم حتی با رهبری، و بعدش اومد در مصاحبه کاخ سفید میگه، کلیپش هم ما گذاشتیم، میگه من جورج بوش نیستم که بگم من 3 ماه دیگه میخوام به موصل حمله کنم، 2 سال جنگ عراق منظورش بود، 2 ماه دیگه من نمیگم بهتون میخوام چیکار کنم، بهتون نمیگم میخوام با کره شمالی چیکار کنم، بهتون نمیگم میخوام با جمهوری اسلامی چیکار کنم. به نظر من دونالد ترامپ آمده بود که شرایط رو مهیا کنه که ما رژیم رو بندازیم. به نظر من اینه. ایشون یه سوال اینجا پیش میاد، چون باید پیش بریم با هم. یه سوال اینجا پیش میاد. خب کاری که کرد عملا در راستای تضعیف حکومت که بود، در این هیچ بحثی نیست. به نظرم تضعیف خیلی شدیدتر از اون بود جناب فرهاد. تضعیف به بالاترین حد کامله ای میاد جلوی دوربین اقرار میکنه به شکست اقتصادی، پس این فرد بسیار مغرور خودخواه داره کد میده به غربیا، کد میده بابا این داره ما رو میندازه. شما تصور کنید به یک بار فروپاشی اقتصادی صورت میگرفت یک ماه پس از، یعنی به نظرم اگه دونالد ترامپ رئیس جمهور میشد اصلا رژیم میافتاد. یه سوال مهمی که اینجا مطرح میشه، یعنی چیزی که در ذهن منم وجود داره اینه، ببین اینجا دیگه بحث دو تا چهار تا میاد دستم. خب من باید اینو یه خورده گسترده توضیح بدم، چون اتفاقا خیلی خوشحالم برای خودم هم خیلی چیزایی که در ذهنم هست و خوب داریم گفتگو میکنیم، ببینم که خود منم نتیجه گیرم یه بار دیگه نچگیری های خودم مورد سنجش قرار میدم. ببین یه ماجرایی میدونیم، ایالات متحده یک حکومتی است که بیسش بر اساس، من خیلی به زبان عامیانه سو، بیسش بر اساس دلاره، حکومت مطلقا ایدئولوژیکی نیست. یعنی شما حتی نگاه کن، حتی به مثلا روسیه، به عنوان مثال مثلا روسیه یه اتحاد ایدئولوژیکی مثلا با صربستان و بلاروس داره، زمین بره پایین بیاد بالا، کمونیست باشه، ملیگرا باشه، هر چی باشه اینو هست. خب آمریکا اساسش بیستان دلاره، خب منافعه، میدونی؟ و حالا چین هم اتفاقا تو این مسیر داره میره که چین هم داره قدرتی میشه، چین هم اتفاقا نگاه ایدئولوژیکشو گذاشته کنار تا یه حد زیادی، ولی به هر حال سعی داره میکنه این کارو بکنه حداقل از زمان دنگ شاوپینگ به بعد. ولی ببین بحث اینه، من یه چیزی اینجا میاد در ذهنم، خب یه فرد پاتریوت آمریکایی به دنبال منافع آمریکاست دیگه، خب وقتی بله. منافع آمریکا رو نگاه میکنیم میایم به یه چیزی میرسیم، میبینیم در زمان آریامه، در زمان پادشاهی پهلوی و در زمانی که پاتریوت میهن پرست در ایران حاکم بود، ایران به چنان قدرتی میرسه که با تعیین قیمت نفت در سطح جهانی برای اقتصاد جهان تعیین تکلیف میکنه. خب
کما اینکه در زمان جرارد فورد معاون نیکسون این طرح در زمان نیکسون مطرح شد و نیکسون مسکوت گذاشت. میگم من یه دلایلی از نیکسون خوشم میاد به خاطر منافع ملیمون چیزاست. در زمان جرارد فورد معاون نیکسون که جمهوری خواهم بود اتفاقا، کیسینجر با سایمون وزیر خارجه و وزیر خزانه داری ایالات متحده اینو در اواخر نیکسون هم به نیکسون گفته بودن، نیکسون مسکوت گذاشت. اینا طرح سقوط شاهنشاه آریامهر رو میارن دست برای اولین بار خیلی قبل از کارتر. خب و حتی آقای اندرو اسکات کوپر تو اسناد اسکوکرافت اینو منتشر کرد که میرن و یه جلسه در کتاب شب در تهران رو میفرمایید. نه سلاطین نفت هم هست ولی ببخشید اون کسی دیگه است، اون کسی دیگه است. ولی نه، ولی اینی که میگم یه مقاله مشخص به نام راند، راند نهایی در دوحه اندرو اسکات کوپر اینو منتشر کرد. حالا به هر حال میخوام بگم اندرو اسکات کوپر نشون داد که چه برنامه ریزی کردن آمریکایی‌ها که اصلا اصلش رسید. اولش حتی این قضیه زیر سر جمهوری خواه بود، بعدم دموکرات ها ادامه دادن که بعدم دیگه ریچارد کاتم چی کار کرد در زمان کارتر اینا رو کار نداریم، حلقه ریچارد کاتم رفت با فردوس چه روابطی برقرار کرد، حالا همه اینا بمون. مهم اینه اون کشوری که برای اقتصاد جهانی تعیین تکلیف میکرد با تغییر قیمت نفت و به دلایل متفاوت، چه ژئوپلیتیک چه بحث‌های متفاوت، ایران اون قدرت رو داره که تبدیل به یه قدرت جهانی واقعی بشه که زمان آریامهر داشتیم به اون مسیر میرفتیم. الان کشور ما به یه جایی رسیده که من مجبورم این عبارت به کار برم، با خروج باد شکم یک رئیس جمهور آمریکا 10,000 تومان ارزش پولیش جابجا میشه. خب چرا باید یک پاتریوت آمریکایی، یک کسی که بخواد آمریکا فکر میکنه، چرا باید این کشور رو که به این وضع افتاده بخواد از این وضع در بیاره بسپره دست یک کسی که فرزند همون پدر بود و دوباره این کشور رو بخواد به شکوه برگردونه که این کشور دوباره بیاد پدر همون آمریکا رو در بیاد؟ من اینجا شده میفهم، میدونی، یعنی من از دید، اتفاقا من از دید ناسیونالیست بودن، از دید پاتریوت بودن دونالد ترامپ، خب میگم دونالد ترامپ به نفع آمریکا نیست ایران بشه مثلا یک کشور با شکوه پادشاهی پهلوی. کما اینکه جرالد فورد اینها هم که جمهوری خواه بودن اصلا خواستن رو. کیسینجر، ببین کیسینجر محافظه کار بود خب و آدم وطن پرستی هم بود، حالا هزار تا کسافت کاری هم داشت. من اصلا کسافت کاری ها برام مهم، من نه جنگ ویتنام برام مهمه نه هیچ کدومه، من فقط بحث ایران برام مهمه. خب چرا باید یه فرد پاتریوت بیاد مثلا یه موی دماغ اضافه کنه برای خودش؟ جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی که هست و حداقل از نظر اقتصادی ایران رو از اون قدرت انداخته و میدونیم که در آمریکا هم بحث اول اقتصاده، یعنی تای اون کارتلای سلاح میرسه به اقتصاد، تای بحث نفت. حالا ببین مثلا شاهنشاه آریامهر درسته بهترین روابط ممکن رو با آمریکا داشت، ولی سر موقعی که اونا شروع کردن صادرات کالاهای اولیه رو چند صد درصد افزایش قیمت دادن، شاهنشاه هم برای منافع ملی کوتاه نیومد از بحث قیمت نفت و کار به یه جایی رسید قبل از نشست دوحه که شیخ یمانی و اینها اونجا خیانت کردن از سمت عربستان بماند، کار به یک جایی رسیده بود که اصلا بورس وال استریت سقوط کرد به خاطر یه سخنرانی شاهنشاه آریامهر. یعنی میخوام بگم اینقدر ایران کشور قدرتمندی بود، بعد چطور ممکنه که یک فرد پاتریوتی بیاد دوباره یک موی دماغ برای خودش به وجود بیاره؟ بفهم جانم براتون بگه که اینو از سه جنبه، سه نکته خواهم گفت. دونالد ترامپ اومد در یک ویدیو، خودتون هم اشاره کردید، گفت من مشکلی ندارم با دوباره make Iran great again، I have no problem with that، هیچ مشکلی باهاش ندارم. ببینید طبیعیه که ما، ببینید من دونالد ترامپ رو دوست صمیمی نمی‌دونم، الانم گفتم اگه ایشون تصمیم بگیره بر علیه خواستای ما باشه من همونجا ترامپیسم خودم رو کنار میذارم. ترامپیست بودن ما باعث شده در اینستاگرام خیلی ها هستن ما رو فالو نمی کنن، چون ما داریم عقیده هامون رو رسما میگیم، اصلا مهم نیست.
ببینید خیلی از دوستان فکر میکنن که جی اف کی، جان اف کندی مثلا با بزرگتر، یکی از بزرگترین مشکل سازان به نظر من برای شاهنشاه روم جان اف کندی بود. اصلا جان اف کندی باعث میشه که شاهنشاه میره سمت شوروی ها، خیلی چیا صورت میگیره. همین جان اف کندی که شما میفرمایید خیلی ها به پیتریوتیزمش حرف میزنن، بزرگترین مشکلات رو ایجاد کرد برای شاهنشاه روم. که شاهنشاه روم میگه ما رفتیم اونجا، ایشون از ما استقبال کرد، سخنانی هم گفتیم، ولی ایشون دوست من نبود، منم میدونستم ایشون دوست من نیست. در مورد ترامپ هم بخوایم صحبت بکنیم، این نیست که ترامپ در نهایت، هیچ موقع ترامپ رو منجی نبینید، هیچ موقع فکر نکنید ترامپ برای ایران، ولی ترامپ آمد گفتم دشمن ما و ترامپ مشترک است، ما داریم باید از این بهره بگیریم. ما ترامپ رو ناجی ایران نمیبینید، ملت ایران باید ناجی باشن. ایشون اومد شرایط رو آماده کرد، خودش هم در یک ویدیو گفت من let's make Iran great again، خودش هم رسما اومد اینو گفت. ببینید همه میدونن، طرف تکراری من نزدم، ایران آباد و آگاه و ساخته شده و پیشرفته به نفع همه هست. اینها ترسشان از پس از جمهوری اسلامی بود که ایران تبدیل به سوریه نشود، با اینکه خودشون میدونن سوریه، دلیل سوریه شدن سوریه جمهوری اسلامی. من اینو موافق نیستم، به نظرم به نفع آمریکا نیست ایران پیشرفته. به نظرم میتونه به نفعشون باشه. ببینید چرا هزینه ها رو نگاه کنید، هزینه ها رو نگاه کنید. ببینید هیچ کشوری دوست ما نیست، در این شکی نکنید، ولی ما در سیاست میتونیم اینو اجبار کنیم بهشون. وقتی ببینید ما پلتفرم های واتیکان رو که بخونید، پلتفرم های مثلا حلقه موناکو رو که بخونید، اینا یه پلتفرم هایی دارن که طبق اون قوانین عمل میکنن. وقتی والاجا شاهنشاه پهلوی سوم میگن، میفرمایند که این خیلی اینو که این توش یه کتاب هست، میفرمایند هیچ قدرتی در برابر خواست متحد یک ملت توان ایستادن ندارد. برگردیم به پلتفرم های واتیکان، واتیکان و موناکو میگن ما در قوانینشون اینه، وقتی یک ملت واحد یک چیز را خواستند ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما باید ایلت شرار کپچر بکنیم. کسانی هستن قدرت های داخلی و خارجی که دارن بر سر ایران میجنگن، مثل پلنگ و کپداری که یک آهو رو میخوان بگیرن، با هم دعواشون میشه. دو ثانیه سیاسی الکترال کپچر رو ما میتونیم استفاده کنیم، کشور در دست بگیریم، خود دونالد ترامپ رو هم اجبار کنیم که به ما احترام بذاره، اجبار کنیم که ایران سازنده رو قبول کنه. ما اگه بشینیم بگیم اینها نمیخواد ایران ساخته بشه، فقط نشستیم و گفتیم اینا نمیخوان ایران ساخته بشه، ما میتونیم اینو بهشون اجبار کنیم. کشور ژاپن مثلا، مگر پس از جنگ جهانی چیزی ازش مونده بود؟ تحقیقی آمده است میگن ژاپنیا در دهه 60 و 70 بیش از 40% ناراحتی کلیوی گرفتن کارگردانشون، متوجه شدن اینها سر کار که بودن دستشویی هم نمی رفتن، انقدر براشون مهم بوده. پس این همش به ما برمیگرده، ما بیایم این ور قضیه رو بسنجیم. آیا ملت ایران اکنون به صورت واحد خواستار سقوط رژیم است؟ اگه هست باید وارد اکشن بشه. ما الان دو تا سه تا جوونمون امروز از دست دادیم. ما وارد اکشن بشیم، وارد حرکت بشیم. چند ببینید من میگم اگه کل ملت ایران 6 ساعت بیاید در خیابان، رژیم کارش تمومه. وقتی خارجی هم ببینن ملت ایران به صورت واحد یک خواسته ای داره، خائنین کنار زده شدن، ملتی نیستن که بشه خریدشون، ملتی نیستن که بشه به یک سانتی مترشون تجاوز کرد. دونالد ترامپ که سر کل رئیس جمهورهای تاریخ امریکا هم زنده بشن جمع چند دوران کاری نمیتونن بکنن. بحث من اینجاست. حالا امیدوارم پاسختون داده باشم. ممنونم. من یه چیزی بگم که خیلی با صحبت شما در این مورد موافقم. اصلا تمام صحبت امروز من، تمام این حرفا امروز من در یه راستا. ببینید من موافقم که جهان، کل جهان و حتی گلوبالیسم جهان، میدونید اینا چه برسه به حالا کسایی که اونقدر پلید نیستن، خب مثل دونالد ترامپ مثلا، یعنی مثل اونا نیستم واقعا، اونا هیولان دیگه. ببین من اینو قبول دارم، مردم ایران در نهایت حرف آخر رو میزنن و اتفاقا سیاستمداران در جهان وقتی که میفهمند که مردم یه چیزی رو میخوان، دیگه رو اسب بازنده شرط بندی نمی کنن. خب این کاملا درسته. تمام حرف منم امروز تو این بحث و تو این صحبت که داشتیم، نه مخالفت با دونالد ترامپ بود که من به خاطر مقابلش با گلوبالیسم